برای همینه که شاهد سخنرانی مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا هستیم که توجه شما را به ترجمه همزمان این سخنرانی جلب می‌کنم. آقای پامپو تشکر می‌کنه از حضور در اینجا. به عنوان سرباز سابق خوشحالم با شما ملاقات می‌کنم در قلب سرزمینمون، در اینجای بسیار ویژه، در کنوانسیون ملی شما. به عنوان اهل ایالت کانزاس، من بی توجه خواهم بود اگر اذعان نکنم به تاریخ غنی ایالت خودم در کمک به لژیون. 15 سرباز از کانزاس شرکت کردند در بنیانگذاری لژیون در فرانسه. ما یک رئیس جمهور داشتیم از کانزاس، دوایت آیزنهاور، سه فرمانده ملی و یک قهرمان آمریکایی، سناتور باب دول. و آینده شما همونقدر درخشانه که گذشته شما شکوهمنده. 25,000 عضو لژیون که در 300 قرارگاه بودند در سراسر ایالت آفتابگردان، لقب ایالت کانزاس، شکل آمریکا رو ترسیم کردند در سال آینده. من با اشتیاق بی همتاشون به عنوان من هنوز دارم پول عضویتمو در لژیون میدم و دلم تنگ شده برای اونجا. من مفتخر هستم به خاطر خدماتم که من عضو لژیون هستم به دلایل مختلف، به خاطر اینکه یک سازمان عالیه که طی 100 سال اخیر کار زیادی کرده در حمایت از آزادی آمریکا و ستونهای محکم از زندگی آمریکا، که به عنوان یک دیپلمات همیشه کار میکنم. شما پسران پیشانگو دارید، در 1919 را افتادن و از اون موقع حمایت کردم. شما پیش بردید ایجاد اون چی که بعدها وزارت امور کهنه سربازان شد، البته قانون جی آی، یعنی قانون فراهم آوردن مزایا برای کهنه سربازان. و امیدوارم کهنه سربازان جوان ما الان دارن تلاش میکنن برای حتی مزایای بهتر بعد از حملات سپتامبر 2001. و همین چند وقت پیش بود که یک قدرتی بودید پشت پرزیدنت ترامپ که امضا بکنه لایحه‌ای رو که مراقبت و عمل بیاد از کهنه سربازان و کسانی که از اونا مراقبت میکنن پاسخگو باشن. باید از این دستاوردتون بسیار سربلند باشید. خیلی صاف و ساده است. شما کمک کرده اید شدیداً به دستاوردهای پر افتخار آمریکا با دولت خودتون. همه شما به عنوان به صورت انفرادی خودتون یک دستاورد سربلند آمریکا هستید. خود آمریکا، ایده آمریکا و وعده و وعیدش هسته مرکزی همه کاری است که شما می‌کنید. امروز صحبت خواهیم کرد به خاطر که در دیباچه اساسنامه نهاد شما گفته میشه که پیشبرد و تداوم 100% آمریکانیزم، یعنی ذهنیت و هویت ورزش های آمریکا. همونطور که روزنامه شیکاگو تریبیون در ماه می 1919 نوشت، اعضای لژیون پیشه کردند دقیقاً این لحن رو به عنوان واژه اصلی این نهاد. آمریکا خیلی مهمه برای شما، همونطور که برای ما. ما می‌خوایم صحبت کنیم راجع آمریکانیزم، می‌خوایم صحبت کنیم که معنیش چیه. آمریکا، آمریکانیزم یعنی به رسمیت شناختن این که آمریکا یک کشور استثنایی است. ما اولین کشوری بود که بنیانگذاری شد روی ایده این که آرمان مناسب دولت حراست از حقوق غیر قابل انکار هم است. آمریکانیزم معنیش اینه که علاقه به آزادی انفرادی و کرامت انسانی. به خاطر این نیست که اینا منحصر به فرده، ولی ما اراده مصمم و شجاعت نشون دادیم در شیوه کارمون برای شکوفایی انسان‌ها. آمریکانیزم به معنی سربلندی از شیوه کار ما، حکم قانون، حکومتی که نمایندگی مردم رو بکنه، حقوق مالکیت. و همینطور که دور جهان میرم میبینم ما در واقع حق این رو داریم که اسلحه حمل کنیم. این جزء آمریکانیزمه. وقتی راجع به این مسئله صحبت کنم، راجع به متمم دوم قانون اساسی، زنم به من میگه که خودش یک جواز حمل اسلحه داره و کارش هم بهتر از منه. آمریکانیزم به معنی اعتماده در نقش منحصر به فرد آمریکا در جهان. من این رو میبینم به عنوان دیپلمات ارشد آمریکاست. بر اساس بینش بنیانگذاران آمریکایی است. از حال شما نخواهید رفت وقتی به شما بگم که آمریکا باید ازش مفتخر باشیم همه روزه. همه شما این رو میدونید. موقعی که انجام وظیفه کردید، احساسش کردید، شنیدیدش، مشاهدهش کردید و منم دیدم اینو. تصور کنید اینو.
3:45 صبح، زمستون، جایی در بدبرنک در آلمان غربی، زمستان سرده، تلفن زنگ میزنه، پومپو لباساشو میپوشه، میدوه به طرف اتومبیلش در هوای زیر صفر و مانند یه خفاش رانندگی میکنه به مقر، تجمع میکنه با سربازان، با اسکادران، با سوار نظام زرهی. در حالی که دارم میرم اونجا از خودم میپرسم که آیا آماده هستیم؟ آیا اتحاد شوروی تصمیم گرفته بره به غرب؟ یا این فقط یه مانوره؟ بله، یه لحظه تنش‌آلوده و مطمئن باشم که یگان من آماده است. ولی چه مانور بود یا واقعا ماجرای واقعی بود؟ یگان من آماده بود. ما دقیقا میدونستیم مأموریت تیم ما چیه. موقعی که اونجا رسیدم، گروه خدمات ویژه میدونست که ما اونجا خیلی بود، تضمین میکنه که هر تانکی بتونه به جای درست بره و توشه کامل خودش رو حمل بکنه. من میدونستم که راننده من، یک جوان 18 ساله از میسیسیپی، میدونست که حتما ما سوخت لازم داشته باشیم در تانکامون. هزاران وظیفه کاملا هماهنگ شده، بی نهایت تمرین شده. قدرت مرگبار آمریکا آماده رفتن به مواضع جنگی در امتداد مرز آلمان شرقی. ما حتی تو خوابمون می‌دونستیم کجا هستیم. این چیز خیلی جالبه راجع به این مسئله است و همه شما میدونید این رو. چیزی که خیلی جالبه اینه که هیچ کدوم از ما در اون اسکادران هیچ کدوم اندیشمند نبودیم، استاد دانشگاه نبودیم، سیاستمدار نبودیم، لااقل هنوز نه. ما 18 سالمون بود، 22 سالمون، 25 سالمون بود. نبراسکی شاید حدود 30 خورده ای سال داشت. ولی شما، همه ما، در گوشه ای از روحیه مبارزمون میدونستیم که داریم خدمت میکنیم به خاطر که آمریکانیزم نیکه، به خاطر که آمریکانیزم یه چیزی که ارزش دفاع داره و به خاطر که ما میدونستیم که آمریکانیزم چیزیست که باید سربلند باشیم ازش. بعضی از شما میپرسید که چرا راجع به این مسئله صحبت کنید، ولی بیانیه مستحکم این مسئله که زمانی رایج بود در تمامی سطوح جامعه آمریکا الان خیلی نادر شده. بعضی از رهبران ما میگویند که اندیشه آمریکا یا آمریکاریسم به معنی تبعیض در بطنش یا تبعیض جنسیتی. بعضی ها میگن آمریکانیسم یک واژه سریه برای ملیگرای کوته بینانه. بعضی ها میخوان رد بکنن اصول بنیانگذاران ما رو که در واقع از 1776 شامل حال ما شده و میخوان جایگزین بکنن گفته های بنیانگذاران ما رو. خیلی ها نادیده انگاشتن این اصول بنیانگذاری ما رو که خدا به ما اعتاد کرده، در قانون اساسی ما است و به صورت درست آموخته شده در مدارس ما، در دروس ما. میخوان اینا رو رد بکنیم. اندیشه واقعی این که هسته مرکزی درک استثنا بودن کشور ماست و بزرگی کشور ما، این نمیتونه اتفاق بیفته و من رو شما حساب میکنم که مطمئن بشیم هرگز این اتفاق نیفته. وقتی صحبت میشه راجع آمریکانیسم و سیاست خارجی ما، طی سالهان ما فقط نادیده انگاشتیمش. ما رهبری نکردیم. اجازه دادیم دیوان سالاران در سازمانهای بین‌المللی ما رو رهبری کنن. اجازه دادیم متحدان ما نادیده بیانگارن مسئولیتاشون رو. وانمود کردیم که دشمنان ما دوستان ما هن. و تا متاسفانه بعضی وقتا سعی کردیم آرومشون کنیم. اون روزا به سر اومده. دیگه نه. دولت ترامپ، برگشتیم به اصول اساسی. همونطور که در قاهره گفتم چند ماه پیش، ما دیگه معذرت نخواهیم خواست برای آمریکا. آمریکانیزم یه چیزیست که باید مفتخر باشیم. اون رو قرار میدیم در هسته مرکزی سیاست خارجی. تمام دیپلمات‌ها در سرتاسر دنیا دارن این رو انجام میدن. نگاه کنید، در هسته مرکزیش به معنی تعهد به اصولمونه و بازگشت سیاست خارجی به بینش بنیانگذاران ما در هسته مرکزیش. من صحبت کردم راجع به این در مؤسسه‌ای در کالیفرنیا. Yeah, that's my...
جورج واشنگتن اندرز داد علیه عادت به خصومت، علیه کشورهای خاصی یا پیوند خاصی به کشور دیگه. میخواست نگاه کنیم به دنیا آری از عواطف، همونطور که دنیا هست بهش نگاه بکنیم. آمریکانیز بنابراین حقیقتگویی پیرامون چالش های مقابل ما. ولی این دولت وانمود نکرد که جمهوری اسلامی ایران بازیگری مسئول در خاورمیانه است. از رفتار بد چین انتقاد کردیم در زمینه تجارت و زمینه امور امنیت ملی. ما مشخص کردیم که رفتار یاغیگرانه کره شمالی قابل چشم‌پوشی نیست. اینها درست در هسته مرکزی اصول بنیانگذاران ما بود. برای اینکه حمایت از اصول ماست برای مردم آمریکا، حمایت از حقوق غیر قابل انکارمون، هر جا که میریم درست همون اصولیه که در اعلامیه استقلال آمریکا است. من نگاه کردم که دور شدیم، برابر همین اقدامات مختلفی کردم با حمایت پرزیدنت ترامپ. از جمله به راه انداختم یک کمیسیونی رو حقوق غیر قابل انکار که مطمئن بشیم که حقوق سیاست حقوق بشر ما متکی باشه بر اصول بنیانگذاران ما. آمریکانیزم به معنی اعتقاد به حقوق افراد برای گزینش رهبران خودشون. ما کمک کردیم، بسیج کردیم به کمک 54 کشور دیگه، حمایت کنه از مردم ونزوئلا که میخوان اعاده کنن دموکراسی و کامیابی رو در کشورشون. ما حمایت میکنیم از آرمانهای ملت ایران در حالی که به زحمت افتادن زیر رژیم انقلابی قساوتمندشون. آمریکانیزم اینه که کادر رهبری ما درست باشه. کمک کردیم کار کردیم با 79 کشور دیگه که خلافت اسلامی گروه داعش رو در سوریه تارومار کنیم. بیش از 60 کشور رو جمع کردیم در ورشو در سال گذشته، تبادل نظر بکنیم برای جلوگیری از ریسکایی که از خاورمیانه متوجه آمریکاست. حمایت بین‌المللی مشتاقانه‌ای رو جلب کردیم برای غیرهسته‌ای کردن کره شمالی. هفته گذشته استرالیا و بحرین ملحق شدند به ما در تلاش‌های مربوط به تضمین آزادی کشتیرانی تجاری علیه تعرض ایران. میدونید آمریکانیزم به معنی مراقبت از خودمونه. ما جلوی دادگاه بین‌المللی رو گرفتیم که محاکمه کند سربازان ما رو. ما واقعا قابل تأسف و مسخره بود. ده ها آمریکایی رو که اسیر بودن آوردیم به میهن بیش از هر دولت دیگه، بدونی که پرداخت باجی در کار باشه. استفاده کردیم از دیپلماسی برای حفظ حراست مرزامون در برابر مهاجرت غیرقانونی. و صحبت می‌کنیم از مراقبت از خودمون، شامل حال کسانی که در میادین جنگ بودن. پرزیدنت ترامپ در اجلاس سنگاپور با آقای کیم بیشترین بازگشت باقی مانده های اجساد آمریکاییان را از کره شمالی فراهم آورد. 55 تابوت، خانواده هاشون الان پیش خانواده هاشون هستن. من اهمیت این رو برای شما میدونم و دولت ترامپ متعهده که مطمئن بشه که تمامی سربازان به خاک سپرده شده در خاک کره شمالی به میهنشون بازگردونده بشن. آمریکانیزم در سیاست خارجی یعنی اقدامات ناشی از افتخار ما بابت تمدنمون، ولی همونطور که قبلا گفتم آگاهی و ارزیابی صادقانه از اهداف استراتژیکمون، کاری که باید بکنیم، کاری که نباید بکنیم. من میخوام صحبت کنم راجع به افغانستان امروز، همین برای چند لحظه. حقیقت ماجرا اینه که جوانانی هستند که وارد کالج میشن همین هفته که حتی متولد نشده بودن وقتی آمریکا وارد جنگ شد در افغانستان. بزرگترین جنگ آمریکاست. 18 سال درگیری نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی که کمک کرد به تغییر جامعه افغان و ما تارومار کردیم القاعده رو. مأموریت ما این بود که تارومار کنیم القاعده رو و الان ما باید این کار رو ادامه میدیم.
ما مفتخر هستیم از حضور ما در آنجا. ولی آمریکا هرگز خواهان حضور نظامی دائمی در افغانستان بوده و تمام طرفان میدونن که زمان رفتن رسیده. بنابراین امروز ما ادامه میدیم به همکار تا با مذاکراتی بدون توهم با تمام افغان‌ها. نمی‌دونیم که این تلاش‌ها در راه صلح و سازه چگونه به چه ثمری خواهد رسید، ولی پرزیدنت ترامپ متعهده که حتما این کار رو به صورت درست انجام بدیم. رهنمود مشخص پرزیدنت ترامپ برای او و همقطاران نظامی من اینه که ما می‌خوایم سربازان ما رو به میهن برگردونیم با تعداد زیادی از اونها رو. مطمئن بشیم که تروریست ها دیگه از اونجا هرگز با آمریکا حمله نکنند و من فکر میکنم به این دستاورد خواهیم رسید و کار شما رو گرامی خواهیم داشت، فداکاری های شما رو در این پیکار گرامی خواهیم داشت. همسر من سوزان و من خیلی دور زندگی نمی کنیم از گورستان ملی آرلینگتون. هرچند گاهی یه بار همه کارامون رو میذاریم کنار و پیاده میریم اونجا. میریم به بخش 60 گورستان آرلینگتون، جایی که قهرمانان ما از عراق و افغانستان به خاک سپرده شدن. اون افراد شجاع فداکاری کردن برای شما، برای من و برای خانواده من و برای این کشور. جوانانی بودند که میدونستن آمریکانیزم نیکه. بنابراین در حالی که در گورستان را می رفتم، همیشه به یاد میارم که قرار بدم آمریکانیزم رو در هسته مرکزی مأموریتمون در وزارت خارجه. اگه بتونم این کار بکنم، خدمات اونا رو گرامی خواهم داشت، همونطور که شما با حضورتون در اینجا امروز خدمات اونها رو ارزش می نهید. در حالی که امروز به صحبتام پایان میدم، میخوام یه چیزی رو روش تکه کنم. ما باید به مردم بگیم این ماجرا رو، این حکایته. حکایتی است که همه آمریکایی‌ها باید بدونن و مفتخر باشن. خیلی یکیش انجمنه مدنی که تشکیل دادیم، مانند همین نهادی که اینجا هستیم، اجزای حیاتی بدنه سیاسی ما هستند. و همونطور که گفتم در اول سخنرانیم، همه شما یک دهه بود که وقتتون و تلاشاتون و پولتون رو صرف کردید برای استحکام جوامع در سراسر کشور. این چیزها در طیفی گسترده در کشور دیگه پیش نمیاد. ولی همونطور که میبینید این ور اونور میرید، کار میکنید در یک مراسم نیکوکارانه، میبینید که کار زیادی باقی مونده. خانه های زیادی وجود داره که هیچ کهنه سربازی در اونا نیست. باید اونا داستان رو بشنون. بنابراین این کار رو ادامه بدید، کار خودتون رو ادامه بدید، کمک کنید به یکدیگر از ورای دوران دشوار. حمایت بکنید از کهنه سربازانی که برمیگردن به مهد. کمک کنید به زندگی حرفه‌ایشون، آموزششون، مراقبت‌های بهداشتیشون و همه چیزهای دیگه. من میدونم شما این کار را خواهد کرد. همونطور که در کانزاس میشه، هیچ جایی مثل میهن وجود نداره. مطمئن بشید که به صورت درست از خط انجام وظیفه‌شون به میهنشون برگردن. من شما رو تشویق میکنم که حمایت بکنید از همه گونه نهادها، لیگای بیسبال، رقابت‌های موتورسیکلت، مراقبت‌های لازم از پرچم آمریکا، هر کاری که میتونید بکنید. و نهایتاً اینا قبلا گفتم، هر جامعه‌ای به خصوص بال ما نیازمند قهرمانانی است. به جوانان داستان‌های خودتون رو بگید و داستان‌های دیگرانی که انجام وظیفه کردن در کنار شما. این تنها راهی که نسل آینده مفتخر خواهد بود از ذهنیت آمریکایی، به شرطی که ما اون رو به اونها آموزش بدیم. خیلی ممنون به خاطر کاری که میکنید. برکات الهی شامل حال لژیون آمریکا، برکات الهی شامل حال همه کهنه سربازان، برکات الهی شامل حال ایالات متحده آمریکا. ممنون از همه.